سلام، من نوید هستم. قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم، دین من اسلام بود. زندگی کردن توی یک کشور اسلامی به این شکله که حتی اگر مسلمان سفت و سختی هم نباشی، باید تظاهر بکنی که هستی. تا اونجایی که میتونی توی مراسم شرکت کنی، توی ادارات نشون بدی که یک مسلمان سفت و سختی و اسلام یک بخش بسیار بزرگ از زندگی آدم میشه. تلویزیون رو که روشن میکنی همه چیز اسلامیه، رادیو رو که روشن میکنی به همین شکل. توی مدرسه، توی دانشگاه مجبوری که دروس اسلامی رو پاس بکنی، مجبوری که توی نمازهای جماعت گاهی وقت شرکت بکنی و هزاران قصه دیگه مثل این. من با مسیحیت ناآشنا نبودم. سالها قبل از من تمام اعضای خانواده من به مسیحیت گرویده بودند، که البته این نکته مثبتی برای من نبود، برای اینکه تمام اون اختلاف نظرها، اختلاف سلیقه‌ها، تمام اون اتفاقات بدی که بین من و خانواده‌ام می‌افتاد به عنوان یک جوان، این رو از چشم مسیح و مسیحیت می‌دیدم. برای همین باعث شده بود که من از مسیح و مسیحیت متنفر باشم. از سمت دیگه رشته تحصیلی من ریاضی بود و من همه چیز رو باید ثابت می‌کردم. همه چیز باید برای من دلیل علمی می‌داشت. برای من ایمان یک چیز تعریف نشده بود. برای من دانش و فهمیدن بود که مهم بود. و ایمان یعنی تو چیزی رو باور بکنی بدون اینکه بهش دانش و آگاهی کامل داشته باشی. خب همین اختلاف نظرها، اختلاف سلیقه‌هایی که من با خانواده‌ام داشتم، باعث شد که من تو سن خیلی کم خونه رو ترک بکنم و با اندک پولی که داشتم سعی کنم یک زندگی جدیدی رو برای خودم بسازم، یک بیزینسی رو، یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنم و زندگی خودم رو آغاز بکنم. من با یه دسته چک و با پولی که نداشتم شروع به کسب و کار کردم، که خب بیشتر به جای اینکه کسب و کار باشه و درآمدی داشته باشم، بیشتر پولها رو جابجا می‌کردم و همین باعث می‌شد که من هر روز بیشتر توی قرض و توی اون منفی که بودم فرو برم. و البته خب هیچ کس جز خودم از این خبر نداشت. کسی که زندگی ظاهری من رو میدید، ماشین داشتم، خونه داشتم، محل کار آبرومندی داشتم و هیچ کس نمیدونست که تمام اینها جعلیه. یک روز گرم تابستون، یکی از شبانانی که من میدونستم مسیحیه و توی ایران کلیسایی رو رهبری میکنه، به دفتر من اومد تا نرم افزاری رو برای کلیسای سفارش بده. از اونجایی که خیلی به پول احتیاج داشتم، این موضوع رو که این مسیحیه نادیده گرفتم و کار رو قبول کردم. یه چند دقیقه، چند ساعتی در مورد کار با هم صحبت کردیم و اون عجله داشت و باید میرفت و رفت. چند دقیقه بعد دیدم که کسی در دفتر رو میزنه. در رو باز کردم و دیدم این آدم خیس عرق و پر از استراب برگشته و پشت در ایستاده. با تعجب پرسیدم که تو که کار داشتی، اینجا چی کار میکنی؟ گفتش که نوید، خدا برای تو یک پیغامی داره. خب من با این ادبیات آشنا بودم، با ادبیات مسیحی آشنا بودم و میدونستم حتما برای من نقشه‌ای کشیده، یا میخواد بشارت بده، یا از اون داستانایی که من ازش متنفر بودم. و تو همین حین و بینی که سعی میکردم از دفتر بندازمش بیرون و به قول معروف به نوعی بهش توهین بکنم، به من گفتش که خدا میگه تا الان من تو رو نگه داشتم و الان وقتشه که تصمیم بگیری آیا میخوای من رو بپذیری یا نه. خدا نمیخواد تو رو تنبیه بکنه، ولی فکر میکنم الان وقتشه که تو بدونی اگر خدا مواظبت نباشه و زندگی بدون خدا چه شکلیه. من از دفتر انداختمش بیرون، در رو روش بستم و رفتم نشستم و شروع کردم به فکر کردن که این مسیحی ها تا چه حد میخوان تو زندگی من نقش داشته باشن و چرا دست سر من بر نمیدارن. اون روز گذشت. دقیقا 3 روز بعد، من بدون اینکه هیچ چیزی از مال دنیا داشته باشم، توی خیابون داشتم سرگردون میچرخیدم و از یک مغازه‌دار خواهش کردم که اجازه بده زمین مغازه‌اش رو طی بزنم، تمیز بکنم تا شب رو اونجا بمونم. همه چیزم رو ظرف 3 روز از دست دادم. چک‌های من دونه به دونه برگشت خوردن. با یک ماشین قسطی که قسط‌هاشو نداده بودم توی شهر سرگردون میچرخیدم. یک شب فرودگاه مهرآباد میخوابیدم، یک شب پارکینگ بیمارستان میخوابیدم که پلیس مشکوک نشه و نتونه
در واقع رد من رو بگیره و من رو بازداشت بکنه. این داستان گذشت و من توی خیابون مسافر جا به جا می کردم، درآمد کمی داشتم و با همون زندگی می کردم و شبها توی ماشین می خوابیدم. برای 6 ماه تمام من توی ماشین زندگی کردم. برای 6 ماه تمام موقعی که من می خوابیدم پام رو دراز نکردم. ولی غرور من اجازه نمی داد که این وضعیت رو عوض بکنم. غرور من اجازه نمی داد که مثلا به سمت خانواده‌ام برم، ازشون کمک بخوام یا به سمت دوستی برم. اما یک اتفاقی افتاد. یک روز که من توی خیابون مشغول مسافر سوار کردن بودم، خانومی سوار ماشین من شد و آدرسی رو خواست بره که اون آدرس خونه والدین من بود. خیلی برای من جالب بود و بهش گفتم که والدین من هم تو همین ساختمون زندگی میکنن. و جالب اینجاست که بدونید این خانوم توی اتاق من زندگی میکرد. بعد از اینکه من از اون خونه رفته بودم، این خانوم به خونه ما اومده بود، خانواده من اون رو پذیرفته بودن و اون توی اتاق من حتی زندگی میکرد. این موضوع باعث شد که ما با هم صحبت بکنیم. فقط دلم میخواد به این موضوع فکر بکنید که تهران 12 میلیون نفر جمعیت داره و چقدر امکانه یک همچین تصادفی وجود داره. این آدم شروع کرد با من صحبت کردن از اینکه چرا به خونه بر نمیگردی؟ چرا این داستان رو تموم نمی کنی؟ چرا به مسیح ایمان نمیاری؟ و خب من خسته تر از اون بودم که بجنگم باهاش. بهش گفتم ببین، اگر این مسیحی که میگی واقعیه، من میخوام اون رو با چشمهام ببینم. و اون گفت باشه، دعا میکنم. و خب این حرف بیشتر من رو مجاب کرد که تمام این مسیحی‌ها دیوانن. مگه میشه خدا رو دید؟ من از اون خانم جدا شدم، اون رفت خونه والدین من، شب رو تو اتاق من گذروند و من شب رو در فرودگاه مهرآباد توی ماشین خوابیدم. من قبلا این تجربه رو داشتم که وقتی توی ماشین میخوابی، ماشین‌های دیگه که با سرعت از بغلت رد میشن ماشین رو میلرزونن و بدنت رو میلرزونن. شب خوابیده بودم و با یه لرز خیلی شدیدی از خواب بیدار شدم. اولش فکر کردم که خب ماشین‌ها مثل همیشه دارن ماشین من رو به سرعت رد میکنن و باعث تکون ماشین من میشن. اما هیچ ماشینی اونجا نبود و هوا هم گرم بود، لرزش از سرما نبود. یک لحظه نگاهم به روی ماشین، روی قسمت جلو روی کاپوت ماشین افتاد و برای یک لحظه عیسی مسیح رو دیدم که اونجا نشسته. تو چشمای من زل زد و در روح به من یک جمله گفت: نوید، جای تو اینجاست. و همین رفت. خیلی از من میپرسن که از کجا میدونی عیسی مسیح بود؟ یه جواب همیشه میدم و دوست دارم اون رو همیشه اینجا تکرار بکنم. وقتی روح آدم، وقتی ذات آدم سازندش رو، خالقش رو میبینه، محال اشتباه کنه. تمام وجود من داد میزد که این خودشه. همونجا دستام رو بلند کردم، جوری که هنوز وقتی یادم میاد درد دستام که سقف ماشین رو لمس کرد یادم میاد. گفتم من تسلیمم، عیسی مسیح خداونده و من میخوام زندگیم رو به مسیح بدم. و اون شروع بزرگترین تغییر زندگی من بود. از اون روز همه چیز تغییر کرد. بخش مادیش رو نمیخوام راجبش بحث بکنم، چون بله، از لحاظ مادی، از لحاظ اقتصادی همه چیز بهتر شد. چیزهایی که از دست داده بودم، نه بتونم بگم همش، ولی آنقدری که نیاز داشتم بازگشت. اما مهمترین اتفاقی که توی زندگی من افتاد 2 نوید بود. یک نوید قبل از اون شب و یک نوید بعد از اون شب. چیزی که در من مرد اون شب غرور و منیت بود و یک نوید جدید متولد شد. از نویدی که فکر میکرد محور جهانه، به نویدی که حالا میدونست محور جهان عیسی مسیحه. و این غرور در من مرد و من یک آدم جدید شدم. باورهای من عوض شد. آرامش اومد برای من. نمیگم همه چیز در یک لحظه عالی شد، اما شروع پروسه‌ای بود که من هر روز پیشرفت کنم، هر روز غرورم، منیتم رو بیشتر کنار بگذارم و هر روز بیشتر بفهمم که جهان چجوری کار میکنه، اینکه عیسی مسیح کیه.
و تازه این شروع ماجرا بود. بعد از اون سعی کردم مسیح رو بیشتر بشناسم. کتاب مقدس رو خوندم، تحقیق کردم و سعی کردم این دفعه علاوه بر این که با قلبم به عیسی مسیح ایمان دارم، با دانش، با فکرم و با معلومات هم به اون ایمان بیارم. و الان حدود 20 سال از اون روز میگذره و من هنوز تازه اول راهم. هنوز پر از ایراداتی هستم که عیسی مسیح داره هر روز با من کار میکنه تا دونه 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 اونها رو از من برداره و به خاطر تمام اینها شکرگزارم.